به نام خدا. سلام بچه ها، امروز میخواییم جلسه اول مبانی ریاضی رو با هم دیگه کار کنیم و فرمول های اولیه، نکات اولیه رو با هم یه مروری کنیم، همونهایی که تو فصل اول کتاب آمار احتمال شما داشتین. سورها رو یه نگاهی بهشون بندازیم و ترکیب عطفی و فصلی و همچنین ترکیب شرطی رو با هم دیگه یه بحثی کنیم تا بتونیم مثلا وارد سوالای تخصصی تر بشیم. امروز میشه گفت جمع‌بندی این دوتا موضوع بود. بریم کار ادامه بدیم. شماره یک رو ببینیم با هم. گزاره سوری، بعد حالا میخونمش. برای هر، این نماد باید باش آشنا بشیم. ایکس متعلق به طبیعی ها وجود دارد، این نماد هم باید با هم آشنا بشیم. ایگریک متعلق به یه عبارت، یه پی ایکس و ایگریک داریم. بعد جالبی که حالا قبل از اینکه من ادامه سوال بخونم، یه کلمه دارم اینجا گزاره، بعد راجب سورها. بذار راجب گزاره و سورها با هم دیگه مروری کنیم، ببینیم اصلا داستان چی هستش، کلمه گزاره چیه، بعد روش میشیم با هم دیگه صحبت هم میکنیم. نیا کنیم. گزاره یک جمله خبریه، یه چیزی روشون خبر، حالا یه خبر ریاضیه، یه خبر عادیه، آقا مثلا پوتین آمد، همچنین خبری میشه مثلا شون. یه جمله ریاضیه، ایکس نمیدونم مساوی با دو زوج است. هر جمله که خبر بدی اصلا توش یه چی اطلاعاتی به طرف مقابل بدی، میگم یه گزاره. اصلا این جمله ممکنه مثلا چی باشه، غلط باشه، یا جمله ممکنه چی باشه درست. ببین درست رو با تی نشون میدیم، ترو مثلا ترو فالس میذاریم دیگه، درست نادرست. این جمله غلطه، اف میذاریم، یا نون و ت مثلا دال میذاریم دیگه، اینجوری بگیم دیگه. من بیشتر بر حسب عادت از ترو فالس تی اف استفاده میکنم. یه جمله خبری میدی، میگی یا درست، یعنی اون میگیم چی گزاره. بعد این وسط مثلا استدلال هم هست، قبل اینکه وارد گزاره نما بشم، استدلال یه سلسله از اخبار رو دارید بحث میکنید، یه چند تا خبر میدی، خبر میدی، خبر میدی، چی چند تا موضوع میچینی چون کنار دست هم دیگه، یه دلیلای میبافی و یه دفعه خروجی میدی، یه جمله خبری نهایی میدی. این جمله خبری قبلی که گفتی، گزاره قبلی که گفتی، همشون میشن چی برای شما؟ فرضیات. اون چیزی که خروجی به من تحویل میدی میشه برای شما چی؟ اون حکم استدلال یا مثلا خروجی استدلال که شما راجع به چی کار میکنید صحبت میکنید. پس این یه چند جمله چی داریم؟ خبری داریم، اینجاها رو میگیم چی؟ استدلال. و یک جمله چی داریم؟ خروجی داریم. یه جمله مثلا یه گزاره، به طبیعی گزاره یک جمله یا گزاره خبری داریم که شما خروجی به من دادی، اینجوری اینجوری آنگاه بزنم. اینو میگه مثلا اون چی؟ اون حکم مثلا شماست، اون نظریه که مثلا می‌خواستی به اثبات برسونی، یا نتیجه‌ای که می‌خواستی بگیری، حکم یا نتیجه‌ای که می‌خواستی بگیری. حالا ممکنه این حکم یا نتیجه واقعا غلط باشه ها، من کاری با اون ندارم، فکر کنم همیشه باید درست باشه، میتونه غلط باشه. مثلا یه حرفایی میذاریم، میگیم دو زوج هست و حسن به مدرسه نمیاد، هیچ ربطی هم به هم ندارن، پس نتیجتاً فردا جمعه است. هیچ ربطی هم نشه، هیچ سری گفتی فرضیات رو بافتی ولی دفعه نتیجه گرفتی واسه خودت، درست غلط به هم میخورن نمیخورنش برای ما مهم نیست. گزاره نما که راجبش میخوایم صحبت کنیم با هم دیگه، همون گزاره است. شامل چی؟ شامل متغیر. حالا یه متغیر، دو تا، سه تا، هر چند تا، مثلا اینجا بنویسم شامل متغیر یک دانه یا دو دانه یا هر چند تا که شما متغیر داشته باشید دیگه. مثل چی؟ مثلا حرف میزنیم، میگیم آقا x2 به اضافه y2 مساوی با 9. روشن شد؟ اینجا می نویسم برای هر، الان اینا بحث میکنم، برای هر x و y تو اعداد حقیقی شما یه خبری میدیم، میگه x2 به اضافه y2 9، متغیرایی داره مثلا شما. خب این بحثی که الان اینجا انجام داده تو گذرنما یه مجموعه مورد بررسی داره. مثلا دارم میگم اعداد حقیقی، خب اون فضایی که داری توش کار میکنی رو مثلا میگم مجموع مورد بررسی شانس، میگه اعداد چی داریم حقیقی داریم شانس میکنیم، که معمولا با چی نشون میدیم؟ با حالا اس نشون میدیم، که توی این سال مثلا شما میگه اعداد حقیقی داریم سال میکنیم. بعد پشت بندش یه دونه هم داریم دامنه، که اون چی هستش؟ مجموعه ای از اس، یعنی از اون مجموعه که تو درجه صحبت میکنی، مجموعه که به ازای آن مقادیر درست در گزاره وارد می شوند و آن را صحیح ترو می کنند.
مثلا اینجا شما هر جمله رو میتونی بذاری با هر ایکسی میتونی، ولی معلوم نیست که هر ایکسی هم بتونی پیدا کنی و بالعکس دیگه. یه متغیر بذار مثال بزنم نیا کنیم. مثلا میگم برای هر ایکسی که عضو اعداد چی باشه طبیعی باشه، حتما ایکس دو به اضافه ایکس منهای دو مون چند صفر. یه جمله خبریه. میگیم اون دامنه کلی مجموعه‌ای که داره مورد بررسی قرار میدیم مجموعه چی هستش؟ N دیگه، اون مجموعه کاری شماست. ولی همه اون اینا واقعا صفرش میکنن میگن. اینا کنید مثلا تجزیه میکنی برای خودت، میگی آقا x منهای 1 x به اضافه 2 مو 3 با 0 1 پیدا میکنم چند؟ 1 از اولی 1 پیدا میکنم از دومی منفی 2. میگم دیدی هر طبیعی پیدا نکردی، مثلا یه دونه بیشتر طبیعی پیدا نکردی اینجا. یعنی اگه میخوای این جمله درست باشه حرف بزنی راجبش، شما میگه فقط میتونی اینو به عنوان دامنه در نظر بگی. دامنه کاری شما مجموعه چند است؟ یک. فقط همین اعداد طبیعی اینا نمیتونه مثلا بحث بشه. به خاطر همین بعض ما اینجا این اصلا کلا اینو چیکار میکنن ورش میدارن، میگن آقا ایکس عضو طبیعی است بیا نه حرف بزنیم، نگیم همشون، که چیکار کنم مطمئن بشم که مثلا اون یه تیکه از دامنه محدوده کاری شما رو مثلا تشکیل میده دیگه، یه تیکه از محدوده کاری دامنه شما رو تشکیل میده. این تا اینجا مشکل خاصی که فکر نمی‌کنم داشته، فقط حواستون باشه تو این بحث‌های نمی‌دونم گزار و این حرفا خیلی شیک و مجلسی حواستون باشه جمله خبری باید باشه. پس خبری از پرسش، امر و عاطفه اینجا چیه؟ نیست. چرا امروز اومدی اینجا؟ اینو ما گزاره نمی‌دونیم. چرا اومدی اینجا؟ گزاره نیست. امر کن برو بشین سر جات. امر اینو ما گزاره نمیدونیم. یا مثلا عاطفه، کاش که فردا بارون بیاد، احساسی داری صحبت میکنی، میگیم اینا دیگه تو بحث گزاره اصلا وارد نمیشن. یه جمله خبری باید اطلاع بدیم تحویل بدیم، از اینا هم آری باشی، پرسش و امر و عاطفه هم نداشته باشی، بعد درست نادرست گزاره نما رو با هم دیگه چاکرین بررسی کردیم. این تا اینجاش بحث خاصی هم حالا فعلا چی ندیم، مقدمات دیگه. حالا راجع به گزاره ها که صحبت کردیم، سورها رو با هم صحبت می‌کنیم. ببینید ما یه سور عمومی داریم، کدش اینه. علاوه ترجمه‌ای میشه برای هر. برای هر مثلا شما ترجمه‌اش می‌کنید. چه جوری مثلا برای هر می‌گیم؟ یا نمونه، برای هر ایکسی عضو اعداد حقیقی حتما به توان دوش بزرگتر مثلا چند صفره. این یه جمله کاملا درست گفته. خب این سوره عمومی موقعی درسته که مثال نقض اصلا نداشته باشد، نتونیم مثال نقض برش بیاریم، هیچ مثال نقض نیمه، همه چیزا درسته. یا واقعا هر چی از حقیقی من به شما تحویل میدم، تو میگه آقا ایکس تو بودی تره چنده صفر دیگه، راست میگه، یا مثبت درمیت به توانی یا خود صفر درمیت. اینو میگیم هم عرضه. ببین سخت هم عرضه چی هستش؟ ترو، درست گفتی. اما مثلا یه همچین حرفی بزنیم، میگم برای هر ایکسی جزو اعداد حقیقی، خب دارم یه چیزی که مثلا ایکس دو به اضافه یک میشه مساوی چند؟ 9. میگم تمام اعداد حقیقی ایکس رو بذاره یکیشون میشه 9؟ نه دیگه. مثلا 5 بذاره ببینم، میگه 5 میذارم میشه 25، بذاره که 9 نمیشه که. دیدی همین یه دونه مثال نقص بده کردم. خب گند زدی دیگه. پس این چی هستش؟ ارزشش سرهم نادرسته، فالس میزنی براش دیگه. این پس حواست باشه اگه تونستی براش یه دونه مثال نقص پیدا کنی که هیچ دیگه، کلا مثلا میگی غلط. اگه مثال نقضی کلا نداشته میگه خب درسته. بعد وقتی اون درست هستش میگه سراغ چی؟ اثبات ها. مثلا میگه نحوی اثبات و ایناشو براش در نظر میگیری. سوره وجودی کدش چی هستش؟ یه ای برعکس دیگه. اگزیکس مثلا ای برعکسشو مثلا گذاشته اینجا هم اول مثلا ای اولش گذاشته برای شما. آقا این سوره وجودی چی میخونی؟ وجود دارد که. یا مثلا میگیم عددی داریم که. باید شروع کنی حرف زدن. مثلا اینجا نیا کن، وجود دارد یه عددی عضو اعداد طبیعی، یه طبیعی داری که چی؟ که مثلا وقتی به توان دو میرسه با خودش هم جمع میشه جوابش میشن 12. میگم داری؟ میگی نمیدونم، بذار ببینم بگردم ببینم چه خبره. شما میگردی میگی آقا این ایکس دو به اضافه ایکس منهای 12 بیا برات حل کنم. ایکس مین های چند؟ اینم ایکس موس با چند صفر؟ 4 و 3 میشه دیگه، درسته؟ منفی 4 مثبت 4 منفی چند؟ 3. الان تو دو تا ایکس پیدا میکنی، یه دونه منفی 4 یه دونه چند؟ 3.
الان یه طبیعی پیدا کردی یا نه؟ یه دونه هم پیدا کنی بسمه. میگه بله پیدا کردم اینهاش. میگه خب پس این گزاره که تو به من گفتی هم عرض چی هستش؟ هم عرض طلوع. درست گفتی. یعنی این سوره وجودی که میگه وجود دارد فلان، یک مثال هم ارائه کنی، یه دونه مثال هم، یه نفر هم گیر بیاری کافیست تا بشه چی؟ درست بشه مثلا دیگه. تا بشه مثلا اینجا بشه کافیست، این هم ارزش بشه، طلوع بشه. از این عبارت تو یه دونه گیر آوردی فقط، سه میگه خب درست گفتی دیگه، کاملا درستش مشکل هم. یعنی یه تک مثال هم کافی. اونجا میگم اصلا نتونی مثال نقض بزنی. اینجا میگم یه دونه هم گیر آوردی که حرف تو رو درست کرد، اونو بردار بیا تا من بگم درست نشد، میگی خب غلطه دیگه. فرضاً اینجا یه حالتی پیدا کنم x منفی 4 منفی 3 پیدا کنم، خب طبیعی پیدا نکردی که. میگم خب دیگه ببین یه دونه هم نتونستی پیدا کنی، این هم عرض چی میشد؟ هم عرض فالس میشد. میگفتی نادرسته، نقیض گزاره ها. کلا حرف رو برگردوندن میگیم چی؟ میشه نقیض حرف زدی دیگه. مثلا وقتی شما راجع به یه جمله حرف میزنی پی، نقیض پی رو صحبت میکنی، این اگه تو رو باشه این فالس میشه، این اگه فالس باشه این میشه چی؟ درست نادرست، نادرست رو شما میکنی درست میکنی. یعنی مثل این دیگه، آقا ایکس مساوی با دو زوج است، خلافش میگه ایکس مساوی با دو زوج نیست یا فرد است. هر دوش یه معنا میده دیگه. ممکن جمله ما از حالت منفی خارج کنم، نگم زوج نیست، بگم مثبت صحبت کنم، بگم فرد است. هر دوش یه معنی میده. این نقیض رو اینجا زدم. حالا کار ندارم این درست اون غلط، ارزش رو عوض میکنی کلا دیگه. یا مثلا یه مثال دیگه میام میگم آقا جان، برای هر ایکسی متعلق به اعداد حقیقی به جز چند صفر، آقا x به اضافه یک x سوم، شما میگی بزرگتر مثلا چند هستش؟ دوه. میگی یک جمله گفتی هر چیزی تو عدد حقیقی به جز مثلا صفر با خود جمع بشه حتما از دو میشه چی؟ مثبت، بیشتر میشه. اینم آره مثبت بذارم برای شما دیگه، مثلا آره بزرگتر از صفر. خب خب وقت نقیض این چی میشه؟ میگم عزیزا اگه میخوای نقیض صحبت کنی میگی وجود داره. ببین اینو نقیضشو میاری اینجا، حواست هست؟ وجود داره. یه ایکس متعلق به آر مثلا مثبت مینای صفر، اونو نقیض کن. ایکس به اضافه یک سوم آقا بودیتا مثلا دو نیست، پس کوچکتر از دو هست، اینجوری میشه نقیضه این. یعنی برای نقیض برای هر میگم وجود داره، یه نفر که خلاف این خاصیت داشته باشه. ببین مثل ایمون میگم همه این خاصیت رو دارن، خلاف میگه یه نفر رو دارم که این خاصیت رو نداره. دارم یکی رو، دارم یکی رو، اینجا میگیم این وجود داره، دارم یکی رو که این خاصیت رو نداره، خلاف اون خاصیت. یا بالعکس مثلا شما میگم وجود دارد یه ایکسی عضو چی؟ طبیعی ها. یه چیز طبیعی ها دارم که ایکسش با رادیکال ایکسش برابره. میگه دارم یه نفر رو. میگه خب حالا بیا نقیضش رو حرف بزنیم با هم دیگه. میگه که دارم یه نفر رو که این خاصیت داره. میگه نه بابا، همشون این خاصیت رو ندارن. این حرف رو قشنگ اینجوری ببینیم، یه نفر رو دارم این خاصیت رو داره، میگی نه بابا خلافش رو دارم میگم، نه بابا همشون این خاصیت رو ندارن. روشن شد؟ این نقیض حرف زدن برای وجود دارد گذاشتم چی؟ برای هر گذاشتم وجود دارد، و پشپندش برای وجود دارد گذاشتم چی؟ برای هر. جمله رو اینجا نقیض کردم. مثلا گفتی بزرگتر مساوی، گفتم کوچکتر. گفتی مساوی، گفتم نامساوی. حالا این که اگه این درسته اتوماتیک اینجا میشه غلط، اگه این غلطه اتوماتیک اینجا میشه چی؟ جمله چی؟ درست. من نمیدونم شما چه جمله، هنوز نرفتم تو بحرش ببینم واقعا اینا درست هستن یا نیستن، ولی چیزی که هست شما میگه آقا فلانی رو فلان کار انجام دادن براش دیگه. اوکی بریم یه خورده راجع به حالا شماره یک با هم دیگه صحبتش رو انجام بدیم. داستانش این شد، حالت مثلا مرور دیگه. شماره یک میگه آقا این گزاره سرو دارم با کدام گزارنما، اینجا جای اینو میخواد با یکی اینا پر کنه، یه داره ارزش درست میشه، یعنی چیزی بگو که درست هستش. خب چی بود جملت؟ میگه برای هر ایکس طبیعی یه طبیعی دیگه داری. یعنی هر طبیعی بدم یه طبیعی تو پیدا میتونی بکنی. ببینی هر طبیعی بدم یه طبیعی پیدا میکنی که این جمله. بیا قرار ایگرگ پیدا کنی دیگه، ببین واقعا میتونی پیدا کنی ایگرگ. شما چی میشه اینجا؟ میگه ایکس به اضافه 6. راست میگه دیگه آقا، این به نظر من واقعا درسته، این هم گزینه همینه. چرا؟ چون من طبیعی هر چی بدم به x به اضافه 6 بشه 100% به شما چی میده؟ 100% به شما طبیعی میده.
یعنی هر طبیعی اینجا بذارم 100 درصد یه ایگریگی میده طبیعی. درست همینه بس. اینجا میگه چرا آقا اینو چرا میگی؟ حتما این غلطه دیگه. نکن ایگریگ رو پیدا کنم میگم x - 6. من هر طبیعی بدم تو نمیتونی طبیعی برام پیدا کنی. مثلا x رو دوست دارم بدم 5. دوست دارم بدم 5. مثال دیگه. میام میگه اون وقت این ایگریگ شما میشه منفی 1 5. ببین نتونستی طبیعی پیدا کنی. یه چیزی طبیعی نتونستی پیدا کنی. نگفتی مگه اینجا که یه چیزی دارم طبیعی کو این که طبیعی نیست. پس این مناسب نبود این دوه. حتی اینجا بیا ایگریگ رو با هم دیگه پیدا کنیم. میگه چی؟ 6 - x. دوست دارم x رو بدم مثلا چند؟ 8. طبیعیه دیگه. طبیعی باشه اون وقت نگاه کن ایگریگ تو چی پیدا می‌کنی؟ 6 - 8 میشه منفی 2. دیدی طبیعی پیدا نکردی؟ تو که اوتودی یه چیزی میتونم پیدا کنم طبیعی، نتونستی پیدا کنی. یا اینجا بیا ایگریگ رو پیدا کنیم با هم. 6 x رو دوست دارم x رو بدم طبیعی 7. دوست دارم x رو بدم 7. خب ایگریگ چی میشه اون وقت؟ میگی 6 7م. دیدی نتونستی طبیعی پیدا کنی؟ 6 7م کس اصلا وارد هیته مثلا عدد طبیعی نمیشه که. پس اینم رد بود، اینم رد بود. اتوماتیکا فقط همون چی بود؟ گزینه یک برای شما چی بود؟ کامل بود دیگه. یعنی ارزش سنجی، بیاین هدفتون رو بذارین اینجا. یعنی وقتی میگه برای هر وجود دارد، ببین واقعا میتونی یه ایگرگ پیدا کنی. یعنی ایگرگ خواستم، من خیلی تو همشون ایگرگ حساب کردم. یعنی هدفتون اینجا باشه، میتونی پیدا کنی یه چیزی گیرت میاد یا نه. چون اون که برای هر، اون که میگه همه ورودی ها رو میفرستم داخل، اونجا که برای هر معلوم نیست که تو پیتونی پیدا کنی یا نتونی پیدا کنی. داشتم میگشتم برم ایگرگ میتونم پیدا کنم یا نه. پس هدفتون تو اون وجود دارده باشه، رو اون بچرخه. اینم شد چی؟ شماره 1 و حاشیه. حالا شماره 2 با هم دیگه. شماره 2 رو اگه خوب دقت کنی یه گزاره به من داده. ببین نماد آنگاه گذاشته اینجا، نقیض داریم. اینا رو با هم دیگه و یا اینا رو با هم یه کد هاشون رو با هم دیگه مطالعه کنیم، بعد بیام شماره 2 رو بشینیم با هم دیگه چیکار کنیم، حل کنیم. چیکار باید انجام بدی بر من؟ یه جدول ارزشیابی دارن اینا، یعنی یه جدول نمیشه قرار قراردادی، یه جدول ارزشیابی منطقی دارن. چیا هستن؟ ببینیم. میام میگیم که آقا جان من دو تا نماد به تو میدم. حالا فعلا دو تایی داشته باشیم تا بعدا راجع به سه تا ایناش هم صحبت کنیم. دو تا نماد همسنگ با هم بدیم، یا جفتشون درستن یا درست نادرست، نادرست درست، و یا اینکه چی جفتشون چی هستن نادرست هستن. نمادی داریم به صورت یا، نوشتارش هم هفته. اینو میخونیم چی؟ یا. حواستون باشه خوندنی. وقتی میگم این جمله درسته، یعنی باید حواستون باشه یه دونش هم درست باشه که تمامه. یعنی میگم یه دونش هم درست باشه میذارین درست، یه دونش هم درسته میگم درست، یه دونش هم درسته درست، جفت غلط شرمنده. این جمله ها رو نگاه کن. فرض کنید واقعا هوا فردا بارونیه، یعنی قطعیه برای شما، مسلم میدونی که هوا بارونی هست فردا، مسلم میدونی. حسن به مدرسه نمیرود یا فردا بارانیست؟ میگه کاری با حسن ندارم اصلا، فردا واقعا بارونیه. میگه مطمئنم؟ آره درسته. میگه خب بعد کل جملت درسته، یعنی اصلا کاری ندارم. یه نفر که درست باشه کل جمله رو میذارم بر تو چی درست. مثال یه جمله غلط میگم یه جمله درست میگم. نگاه کنین اینجوری حرف میذارم، میگم که x مساوی این عدد 2، 2 متعلق به اعداد چیه اصطلاحا؟ زوجه. یه جمله درست گفتم، یا حالا یه جمله غلط میخوام بندازم، یا اینکه 3 متعلق به اعداد چی هستش؟ چی بگم؟ گونگ، کیوپلی. غلط دیگه. خب درست یا غلط کلن هم عرض چی میدونی شما؟ درست میدونی. مهم اینه که فقط وقتی دوتاشون هم غلط شدن دیگه میگه آقا اینجا هم غلط هستش. این پس اینجا یه کدی داری برای خودش دیگه، یعنی یه لااقل یکی درست باشد. اینجا متن رو چی نوشتی؟ لااقل یکی درست باشد. تا بشود درست، تا بشود ترو. خب این تمام. یه نماد دیگه داشتیم اگه یادتون بیاد، نماد و بود. اینجا مثلا و باشه. این و فقط موقعی درسته که جفت حرفات درست باشه، یعنی همه چی باید درست باشه. اینجا جفت درسته میذاری چی درست اینجا از این پیو کیو. یکیش نادرست باشه میگم شرمنده ام، یکیش هم نادرست باشه کل حرفتو بی ارزش میدونم، کل حرفتو بی ارزش میدونم. مثلا اینجا نیا کن
وقتی این حرف رو میزنم آقا دو متعلق به زوجها هستش و سه متعلق به گونگها، میگی ببین نشد که، این که درسته، بحث تو چیست؟ این نادرسته، پس کل حرفت نادرسته، کل حرفت. اینو میخوای درستش کنی؟ اینه که میگم دو متعلق به زوجها و سه متعلق به گویه هاست. میگه خب آره دیگه، این درسته، اینم درسته، پس کل حرف چیه؟ درسته. پس این تیکه ای که شما در جفت دارید راجع به و صحبت میکنی اینجا چیه؟ باید هر دو درست باشند تا چی بشه؟ تا تی شود، جفت شما. وگرنه یه نفر هم اینجا لنگ بزنه، اف زدم برات، نادرست دادم. یه بحث دیگه هم داریم، پیانگاه کیو. پیانگاه کیو یعنی از یه فرضی به یه حکمی میخوای چی برسی؟ برسی دیگه برای خودت دیگه. حالا یه فرض حکم داری، اگه بخوای اینو مثلا در نظر بگیری، درست به درست شما میگی خب حرف درستش، بحثی نداری. درست به غلط رو ما هیچ وقت نمیپذیریم تو ریاضی، یعنی به تو اجازه نمیدیم از یه سری اصول درست که ما چیدیم تو یه فرض نادرست گیر بیاری، به هیچ وجه. همچنین کار رو ما غلط میدونیم، اما بهت اجازه میدیم که از نادرست ها به درست برسی. اجازه داری، مشکل نداری، یعنی درست میگیم کار تو. حتی از مباحث نادرست به نادرست برسی، میگیم نمیگم باز هیچ ما اینو درست میگیم کار تو. فقط اینجا اصل ماجرا اینه، نمیتونی بگی که آقا اینجا بگی، نمیتونی بگی که آقا از درست به نادرست برس، همچین اجازه رو به تو تحویل نمیدیم. فقط موقعی درست میشی که شما یا از درست به درست شده باشی، یا اینکه نه از هر چیز دوست داشتی، از هر چیز دوست داشتی، مثلا اینجا از غلط ها به هر چی که دوست داشتی برسی. از غلط هر وقت شروع کنی تو میگم کارت درست، مشکل نداره. مثلا یه مثال بزنم، آقا میگم آقا این دو متعلق به فرد هاست، یه حرف غلط داری میزنی اینجا دیگه، هر چی اینجا بنویسی برای من کاری ندارم درستی یا غلطه. میگم دمت گرم، کارت درست، درست گفتی تو، چون تو اصلا مبنای کار تو چی گذاشتی؟ یه حرف نادرست گذاشتی. هر حرف دیگه بزنم میگم با تو دیگه کلکل نمی کنم، تو حرف درست، بس نیست. اما نیا کن دو رو متعلق بذارم به چی؟ به زوجا، یه نتیجه ای بگیرم. مثلا بعد یه سری محاسبات و این حرفا یه دفعه نتیجه بگیرم که آقا سه گویاست. میگم خب دمت گرم، از یه چیز درست، یه چیز درست رو نتیجه گرفتی، پس کل این ارزش کاری شما چی؟ ارزش کاری درست بوده دیگه. حالا همین دو متعلق به زوج رو میام یه نتیجه میگم آقا سه گنگه ها. میگم دادا چجوری شد دو که واقعا زوج بود؟ چجوری شد؟ با چه اصول، با چه معیار؟ چون ریاضی منطق و قانون داره، با چه معیار از یه حرف درست به یه حرف غلط میرسی؟ همچین کاری رو ما اجازه به تو نمیدیم، میگیم این هم ارزش چی هستش؟ نادرست. اینجا ببین، اینجا هر حرفی زده بودی اوکی بود، درست بود. اینجا این تیکر آخرش هم باید یه خورده حواست جمع بشه، میشه ارزش جدول های اولیه برای شما. حالا که این ارزش ها رو داریم، باید یه سری هم مرور قوانین با شما انجام بدم که مثلا نقیض هاشون چی میشه و الاخر شبیه مجموعه هاست. یعنی این بحث منطق که میخونی من بعد مجموعه ها گذاشتم، چون بعضی از قوانینش شباهت هایی پیدا میکنی با روابط مجموعه ها، اونا رو مثلا الگو سازی تیپ بندی کنی با هم، ببینی که آره واقعا هم همینطور هست و برای حفظ کردن روابط و اصلا شبیه سازی روابط خیلی کارت راحت تر هستش. بریم اونا رو با هم یه نگاهی بندازیم. ما تو مجموعه ها چی داشتیم؟ ببینیم یه اجتماع داشتیم، من یادتون باشه آ اجتماع ب، میگفتیم با ب اجتماع آ فرق نداره، یعنی جا به جایی داری، و پشتبندش مثلا میگفتیم آ اشتراک ب با ب اشتراک آ چیه؟ فرقی نداره، یعنی جا به جایی داریم دیگه، درسته؟ حالا کدهای مثلا ترکیب عطفی و فصلی رو کنیم. اینجا که فصلی داریم راجع به صحبت میکنیم، میگیم مثلا یه حکم پی، یه گزاره پی، یا شده باشی با چی؟ کیو، جاشون عوض بشه کیو یا پی فرقی نمیکنه. یعنی نگاه کن کدهاشو اجتماع با این ترکیب چی؟ فصلی. مثلا همین کنه فصلی، منظورمون کدومه؟ یادتون باشه فصلی منظورم این نماد هفتی هست دیگه، فصلی نماد هفتی هست. برای این چی داریم؟ نماد عطفی داریم دیگه. نیا کنیم میگم یه گزاره پی و اینجا هم چی داری؟ کیو، فرق نمیکنه جاشون عوض بشه، هیچ مشکل خاصی برات ایجاد نمیشه دیگه. کیو اینجا هم چی میذارم؟ پی برات. پس الان جا به جایی رو با هم دیگه یه جوری کد گذاری کردیم. خب یه شرکت پذیری داشتیم، یادتون هست شرکت پذیری؟ اگه تو مجموعه ها یادت باشه
مثلا اجتماع میزدی دو تا علامت یکسان پشت سر هم داشت، میگفتی آقا این دوتا رو اول بزنم، میگفتم آقا چه فرقی میکنه تو مثلا اینجوری دوتا رو هم با هم بزنی، هیچ فرق خاصی تو محاسبات تو نداره. یا حتی اشتراکی، مثلا اینجا اشتراک B اشتراک C دو تا اینجا، میگفتی آقا چه فرقی میکنه آ اشتراک B اشتراک C، یعنی میتونستی دو تا علامت یکسان پشت سر هم یه جوری اینجا بسا بگیم شرکت پذیری بندازی دیگه، هر کدوم خاصی با اون یکی میذاری توی شرکت پذیری. مثلا خب باش کد های این چی میشه برای شما P با این یا Q حتی یکی دیگه اسمشو میذاری مثلا چی R، میگه آقا چه فرقی میکنی هم عرضه، میگیم هم عرضه حرفت مساوی دیگه نمیذاری، میگیم حرفت هم عرضه با چی هستش این دوتا رو بگو P یا Q بعد دوباره اینجا هم چی یا دیگه، برای این هم همون حرف رو میذاریم P و Q و R. اولین دوتا هم عرض میشه برای شما چی؟ P و Q و R. شرکت پذیری ما رو موقعی که شما دوتا علامت یکسان پشت سر همدیگه میبینی قبول. پشت بندش اگه یادتون باشه کدگذاری باید بکنم راجع به چی؟ راجع به توضیح پذیری. توضیح پذیری تو مجموعه چجوری ها بود؟ میگفتی آقا دوتا علامت مختلف اجتماع اشتراک پخش میکرد داخل یا فاکتور هم میگرفتی، حتی اتفاقا الان هم همون کار رو میکنن. لحاظ اجتماعی چی میگوشتی؟ میگفتیم آقا اشتراک B اجتماع C چی میگفتی؟ میگفتی اینو پخش کن داخل، میگفتی آ اشتراک B پشتبندش آ اشتراک C این دوتا پرانتز علامت وسط اجتماع بنداز اینجا، روشن شد؟ یا یکی دیگه مثلا میگفتی آ اجتماع داشته باشی اینجا، اینجا اشتراک، اینجا اجتماع، B اشتراک C دو تا علامت مختلف پخش کن میره داخل، میگفتی آ اجتماع B این یه پرانتز، یه اون یکی پرانتز میشد چی آ اجتماع C وسط این میشه این اشتراکه. حالا کد گذاریش با چی؟ با این بحثای منطق و این حرفا، میگی P و Q یا R، یعنی چند تا حرف داره میزنه اینجا، یه دوتا جمله یایی انداخته با ترکیب چی فصلی، یه دم با ترکیب عطفی با وای انداخته، اینا همه پی و کیو آر جمله هایی هستن که دهن طراح خارج میشه. میگم هم عرضه با، پخش کن داخل، میگه پی و کیو بعد یکی دیگه پی و آر، بعد شروع میکنی دوتا علامت وسط یعنی یا منزده برای من، روشن شد؟ یا اینجا بالا سرش بنویسم پی یا کیو و آر هم عرضه با، این دوتا علامت مختلف داری پخش کن داخلش، میشه پی یا کیو، اینجا هم پی یا آر برای شما، علامت وسط و رو میندازی برای من دیگه. بعد اینوری هم باید فکر کنی راجبش، یعنی ما بعض موقع هست که تو این توضیح پذیری هم میریم اینوری، یعنی رفت آمدمون اینوریه، بعضی موقع هم اینوری هم هست، یعنی فاکتور هم میگرفتیم تو مجموع آ اشتراک فاکتور میگرفتیم میذاشیم بیرون، الان میگم آقا پی و رو فاکتور بگی بذار بیرون، پی یا رو فاکتور بگی بذار بیرون، بعد مثلا راجع به داخلشون چیکار کنیم صحبت کنیم هر دو ور، یعنی هم بعد بتونیم توضیح کنیم اگه در اساس لزوم، هم بتونیم چیکار کنیم فاکتور بگیری ازشون دیگه. این کد گذاری اینجا هم با هم دیگه اینجوری داشته باشیم. پشت بندش یه بحثی داریم به اسم چی؟ پانگا کیو شما چیکار میکردی؟ یا یه تصدیب آمین های ب به شما داده بودم، میگفتی آقا جان این موسس با آ اشتراک ب پریم، اینجوری کد میذاشتی براش، میگفتی ما مینها رو نمیتونیم تو محاسبه زیاد باش راحت باشیم، ولی به جاش با اشتراک کلی قاعده قانون داریم میتونیم کار کنیم باش. میگم خب دمت گرم، اینجا پس تبدیل کنی به اشتراک میذاری، این معنیش هم چه تو آ باشه تو بی نباشه، تو آ باشه تو بی نباشه رو اینجا مینویسی برام. الان اونجا دارم میگم اینو یه زحمت بکش، اگه لازم شد پی آنگاه کی رو اینجا کد بذار، اولی رو نقیض کن و کیو برای من برو جلو، یا کیو حالا میگم و کیو یا کیو، یعنی تبدیل میکنی به چی؟ به یا. یه خود متفاوت کدی که اینجا گذاشتم ها، کد اینو ببین، اول مینهای آنگاه انگار داره نقش آنگاه رو بازی میکنه، بعد اینجا و یاش یه خود متفاوت، جای اینا هم برعکسه، یعنی یه جور کدبندی هست که توش اختلاف وجود داره دیگه. مینها رو تبدیل میکردیم به اشتراک، الان میگیم آنگاه رو تبدیل میکنیم به چی؟ به یا. بعد دومه رو متمم میکردیم، اینجا اولیه رو چیکار میکنیم؟ اولیه رو مثلا نقیض میکنیم دیگه برای شما دیگه. اینم تا اینجا دوتا قانون. حالا دی مورگان هم اگه یادتون باشه، تا دوتا قانونی که نه، تا حالا مثلا 1 2 3 مثلا این 4 رو میشه دیگه. دی مورگان داشتیم،
دموگان هم تو مجموعه ها راحت بودیم دیگه باهاش دیگه میگفتیم اشتراک بی رو یه مثلا یه متمم براش بذاری میشه مساوی آ پریم اینجا هم علامت برمیگرده به پریم یا مثلا اجتماع بی رو اگه متمم بذاری میشد آ پریم اشتراک به پریم یعنی علامت وسط برمیگشت این مال موقعی بود که شما مثلا پریم داشته باشید توضیح کنی یا اینکه بعضی ما پریم فاکتور میگفتی اونوری میومد دیگه یعنی بازم میگم دو طرفه فکر میکنی الان حرفای شما در مورد مثلا کد سازی مبانی هم همینه میگم پی داشته باشی و کیو یه دفعه نقیزش رو بخوای متمم نقیزش رو بخوای میای زحمتی بکش هم عرض با اولیه نقیز کن دومیه هم نقیز کن وسط برگردون یا اینجا شما میگه پی یا دارم میخوام نقیزش کنم میگم دست درد نکنه پس یه زحمتی بکش اولیه چیکار کن برای من نقیز کن میگه نقیز پی تو میرم نقیز کن نقیز کیو علامت وسط برگرد این کد بندی اینجوری داشته باشه تو ذهن راحت تر میتونی مثلا هم اونا رو هم اینا رو با هم دیگه چیکار کنی حفظ کنی یه نکته دیگه هم داشتیم متمم هر مجموعه چی بود میگفتیم خودش دیگه الان یه جوری کد بذار نقیز هر چیزی هم میشه چی خودش این هماره با من یه نکته اضافی داشته باشه پشت بند این داستان ها یه مباحث بود همیشه درست ها همیشه نادرست ها بعد توهی و مرجع رو تو مجموعه با هم ترکیب میکردیم با مجموعه های مختلف اینجا هم بعدا این شاید تو جلسه بعدی درست ها نادرست ها رو با هم ترکیب خواهیم کرد دیگه اینو فعلا داشته باشه این نکات اولی با کدسازی با همین داستان من رو گذین دور رو میتونم چیکار کنم برای شما علامتش پیدا کنم بعضی از دوستانمون میگن که آقا جان تو این شماره های مثل دو که میگه کدامش مثلا با این هم ارزشه بیا عدد گذاری کن اینجا عدد گذاری درست نادرست دادن هاست مثلا جفتشو درست بده ببینم کدوم مچ میشه جفتشو نادرست بده ببینم کدوم با اینا مچ میشه یکیشو درست اون یکیشو نادرست بده با جوابش با کدوم یعنی میاد شیوه رد گزینه رو به کار میبره اینجا عدد گذاری پس عدد گذاری ترو فالس گذاریه تی اف گذاریه به جای که عدد بذاری برای من دیگه میتونی این کار انجام بدی باشه مشکلی نیست ولی واقعیتش اینه که این شماره دو خوشی انقدی ساده است که تو راحت میتونی پسش بر بیای چیه شماره دو نیا کن میگه نقیز پ آنگا کی رو میخوام خب عزیز جان این شماره دو تو نقیز میخوای پ آنگا کیو هم عرضه با نقیز حالا بی خیال لطفا نقیز رو بی خیال شو فعلا تو اینو الان گفتیم تبدیل میکنی به چی؟ به یا اینو تبدیل میکنم به یا اینطوری برای اولی نقیز میذارم برای اولی نقیز میشه خب الان نقیز یک کل رو دارید دمرگان اینو میفرستی داخل میشه پی میفرستی داخل میشه نقیز کیو علامت وسط و پی و نقیز کیو ممکن جاش رو هم عوض کرده باشه فرقی نمیکنه الان چیزی که من دارم گزینه چند هستش چهار و سوال الان تموم شده است دیگه شد امروز مرور فرمول‌های ابتدایی این مبانی ریاضی دیگه بریم ببینیم شما جلسه بعد چی براتون درس گرفتید